مناسبت روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کردند و همزمان در شهرهای ایران هم تجمعی مشابهی در مراکز این شهرها برگزار شد. با اینکه برخی خبرگزاری‌ها تعداد حاضران در این راهپیمایی را به نسبت سال‌های قبل کمی کمتر گزارش کردن، اما شعارها ثابت بود. همچنان این تجمع کنندگان علیه آمریکا شعار میدادند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار که از لندن با ما همراه شدن. آقای رمضان‌پور، این اولین راهپیمایی 13 آبان ماه هست پس از رسیدن به توافق هسته‌ای. آیا شاهد تغییری بودیم در ایران نسبت به سالهای گذشته؟ بله، به نظر میاد که تندروها در ایران مایل بودند این اولین تظاهرات 13 آبان نوعی یادآوری سیاسی باشه بر این نکته که با وجود توافق اتمی تغییری در سیاست ایران از دید اونها به وجود نیومده. این در واقع سیاست رو هم میشد در تاکید بیشتر بر شعار مرگ بر امریکا دید. یک همایشی برگزار شد به نام زنده باد مرگ بر امریکا و همینطور آقای خامنه‌ای در مورد شعار مرگ بر امریکا دوباره صحبت کرد، اگرچه توضیح داد که منظور او سخنی علیه ملت آمریکا یا فرد خاصی نیست. و همینطور تأکید زیادی شد بر مقابله با خط نفوذ و به نظر میاد که دستگیری هایی هم که پیش از 13 آبان صورت گرفت تحت عنوان مقابله با نفوذ امریکا و غرب، نوعی فضاسازی تندروها بود برای اینکه 13 آبان رو دوباره تبدیل بکنن به فضای تازه‌ای برای حمله به غرب و امریکا و تحت تأثیر قرار دادن نگاهی که نسبت به غرب و امریکا در سایه توافق اتمی به وجود اومده بود، به نحوی که دست دولت رو از اینکه سیاست در واقع خودش رو تعمیم بده تا حدی ببنده. آقای رمضان‌پور، بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای مبنی بر نفوذ آمریکا در ایران، می‌بینیم که صحبت‌ها از نفوذ آمریکا از طرف طیف رهبری خیلی زیاد شده. اخیراً هم که 5 روزنامه‌نگار به اتهام همکاری با آمریکا دستگیر شدند. آیا باید این دستگیری‌ها رو در واقع چارچوب منازعات بین جناحی بررسی بکنیم؟ چون ایران و آمریکا که با هم دیگه از لحاظ حقوقی در جنگ نیستن. حالا اگر که روزنامه‌نگاری هم با یک روزنامه‌نگاری در آمریکا با یک روزنامه در آمریکا تماسی برقرار کرده باشه، آیا جرم محسوب میشه؟ ایران و آمریکا نه تنها در جنگ نیستند، بلکه در حال حاضر در موضوعات مختلف با هم دیگه مذاکره میکنن که آخرین مورد اون مذاکرات بر سر مسئله سوریه بود. ولی به نظر میاد که این نوع حمله‌ای که صورت گرفته، مثلا دستگیری آقای سرخیز، آقای مازندرانی و دیگران، بیشتر با هدف کنترل رسانه‌ها در ایران هست. اگر نگاه بکنیم رسانه‌های نزدیک به سپاه رو در هفته‌های اخیر به طور مشخص به این افراد اشاره کردند، بر علیه اونها مطلب نوشتن و بعد سازمان اطلاعاتی در واقع سپاه اومده اونها رو دستگیر کرده و بعد هم سپاه خودش اطلاعیه داده. یعنی هم نقش وزارت ارشاد و اطلاعات رو بازی کرده، هم قوه قضاییه رو و هم کار اطلاع رسانی رو کرده. این همه اینا نشون میده که این یک عملیات روانی است که تندروهایی که اختیار در واقع سپاه رو در دست دارن انجام دادن برای اینکه فضای داخلی رو از سمت تمایل به میانه روی و بهبود رابطه با غرب ببرن به سمت اینکه دوباره کنترل بیشتری رو بر رسانه‌ها اعمال بکنن.